سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، جنوب، شمال، شرق، غرب، مناطق مرکزی ایران و همینطور در دیگر کشورهای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم در ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن آفتابی و خنک پاییزی همراه شما خواهم بود در این شماره از برنامه. نگاهی خواهیم داشت به تحریم‌های در راه و پیامدهای قابل پیش‌بینی تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران یا تجدید تحریم‌های پیشین، بخشی از تحریم‌هایی که در برابر برنامه هسته‌ای ایران اجرا خواهد شد. چه پیامدهایی برای سفره مردم ایران دارد و چه کسی باعث و بانی چنین وضعیتی برای مردم ایران در عرصه بین المللی به ویژه در ارتباط با آمریکا شده است؟ آنچه که آیت الله علی خامنه ای گفته است، وعده این که حکومت جمهوری اسلامی در صورت ماندگاری در سال 1444 به یکی از قدرت‌های جهانی تبدیل خواهد شد، بر چه اساسی، با کدام درآمدهایی و با کدام شیوه‌ای و چه منظوری رو از طرح این موضوع رهبری جمهوری اسلامی و کارگزاران حکومتی و مشاوران او دنبال می‌کنند؟ آیا دادن اعتماد به نفس به کارگزاران حکومتی است؟ در این زمینه نیز با میهمان امشب تفسیر خبر، آقای سهراب سبحانی، دارای درجه دکترا در اقتصاد نفت و امور بین الملل، گفتگو خواهیم کرد در آن سوی واشنگتن. همراه من و شما خواهند بود آقای سبحانی تا لحظاتی دیگر، پس از شنیدن درد دلهای مادری زلزله زده در کرمانشاه که در گورستان شهر زندگی می کند، اما از آنجا نیز به قدرت حکومتی در حال بیرون رفتن است. تا لحظاتی دیگر. من وقتی با مرده ها شریکم، میشینم پیش مرده ها، میخوابم پیش مرده ها، اونم به من زیادی دیدن اجازه نمیدن. الان دارین فیلم میگیرین، اینجا رو کندن، میگن از اینجا باید برید. یه لودری انداختن کندن به بهانه ای که میخواد اینجا بازار میره احمد ابن اسحاق بشه. دارن از اینجا هم جواب میشیم. این همسایه ها همشون، همه زن و بچه دارن، همه پیرزن دارن مثل من، پیرمرد دارن، ولی یه چکه دریغ از یه چکه آب گرم که بتونیم غسلی بکنیم، نماز بخونیم. به خدا الان 3-4 ماه من نماز نمیخونم. چطوری نماز بخونم؟ با آب سرد نمیتونم حمام کنم. 60 سالمه، اذیت میشم، کلیه درد دارم، عملو باز کردم بعد از زلزله. من قلبم آسیب دید، ولی نه کمکی از دولت داشتم نه از ملت، هیچی. این شده زندگی ما. یکی از زلزله زدگان کرمانشاه بود و وضعیت حکومت ایران در ارتباط با هموطنان زلزله زده در غرب کشور. و این وسط هم البته قابل توجه است اسم بازاری که میخوان در حوالی گورستان شهر بسازن، احمد ابن میر اسحاق یا میر احمد بن اسحاق، یکی از این دو یا مجموعه هر دو یا هیچ کدام. اسم بازار. همراه شما عزیزان هستیم و میزبان آقای دکتر سهراب سبحانی. سلام به شما آقای سبحانی.
سلام آقای چالنگی، انشالله که حال شما خوب و بیننده های شما هم خوب و سلامت باشن. با سپاس از شما و من هم در این امیدواری با شما سهیم هستم که بینندگان ما حتی المقدور وضعیت یا حال و روزگار خوبی داشته باشن و روزگار بهتری در پیش. آقای صبحانی، شما به عنوان یک کارشناس نفت بارها در تفسیر خبر بودید، برنامه های مختلفی رو مطرح کردید، پیشنهاد کردید. آیا ایران واقعا با وضعیتی که داره در همون کرمانشاه، ثروتهایی که در فقط خود کرمانشاه هست، آیا توانایی اینو نداره که بلافاصله به وضعیت زلزله زدگان برسه و این مادر ایرانی، این مادر ارجمند ایرانی در گورستانها زندگی نکنه و بعد هم از اونجا رانده نشه؟ شما به ما خواهید گفت. شکی نیست که آقای چالنگی، در دنیا زلزله و وقایع طبیعی خیلی اتفاق میفته. در ژاپن چند سال پیش فاجعه بسیار بزرگی اتفاق افتاد. در خود همین آمریکا ما شاهد دو تا فاجعه بسیار بزرگی بودیم. اما بعضی دولت‌ها به دلیل اینکه اهمیت بیشتری میدن به مسائل مردم، به رفاه مردم، حل میشه این مسائل. متاسفانه این خانم و اشخاصی مثل این خانم یا در کرمانشاه یا در تبریز یا در مشهد یا در جنوب فرقی نمی‌کنه. متاسفانه دولتمندان ایران به نظر میرسه نتونستن درد این خانم رو و درد عمومی مردم رو، میخواد در کرمانشاه باشه یا جای دیگه، حل بکنن و باعث تأسفه. چون همونطور که اشاره کردید آقای چالنگی، ایران مملکتی است با ذخایر غنی نفت، گاز، مس و انواع سرمایه های دیگه و باعث تأسفه که این خانم امروز باید در یک شرایطی به این ناگواری زندگی بکنه. خب آقای صبحانی، با یه همچین وضعیتی هست در گوشه و کنار کشور که مردم، بینندگان ما بهتر از همه میدونن چون درگیر هستن به طور روزمره، آیت الله خامنه ای اومده و گفته که ما در سال 1444، حالا چرا این رقم رقم به اصطلاح خیلی شسته رفته است، میتونست 1445 باشه یا مثلا 1888 هم میتونست باشه، به یکی از ابرقدرت ها تبدیل خواهیم شد. این گفته آیت الله خامنه ای رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید با وضعیت موجود، سیاست هایی که هست، در صورت که ادامه پیدا کنه چون وضعیتی، آینده رو شما چطور میبینید؟ آقای چالنگی، سوال بسیار خوبی است و سوالی است که برمیگرده به ماهیت جمهوری اسلامی، به تخریبی که و زجری که در 40 سال گذشته به مردم ایران تحمیل شده. اجازه بدین یه چند تا آمار با بینندگان شما در میون بذارم، چون مربوط میشه به دروغی که آقای خامنه ای که نه سواد اقتصاد داره نه سواد دنیوی داره، در سال 1977 اقتصاد ایران 80.6 بیلیون دلار بود. آقای چالنگی، سال 1977 80.6، اگر این آقایون نمی آمدن سر کار و اقتصاد ایران دست آدمای وطن پرستی می بود، دست کسانی که بلدن اقتصاد، بلدن کار تولید بکنن، بلدن اقتصاد رو رشدش بدن، آقای چالنگی، اگر فقط طبق آمار دنیوی بریم، امروز اقتصاد ایران حجمش میشد حدود 3.6 تریلیون دلار، یعنی قدرت چهارم دنیا میشد، یعنی درست اندازه آلمان.
اشاره میکنم. یعنی اگر این 40 سال اقتصاد ایران رشدش 10% میبود، حالا اشاره میکنم و شما میتونید سوال بکنید که چرا 10%، ولی اگه 10% میبود، امروز مردم ایران میتونستن افتخار بکنن که اقتصادشون 4 در دنیا. ولی آخوند که در رأسش آقای خامنه‌ای نشسته بلد نیست، بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی بلد نبود و به جاش مملکت رو به پسرفت بردن. حالا اگر اقتصاد ایران در این 40 سال 10% رشد نمی کرد، بگیریم 8% رشد می کرد، آقای چالنگی باز ایران 9 کشور دنیا می شد، اقتصادش می شد اندازه اقتصاد ایتالیا. این فاجعه 40 سالی است که متوجه مردم ایران شد. بله، البته خب رقم رشد اقتصادی در یک دوره در ایران پیش از انقلاب 2 بود، نبود؟ کاملا آقای چالنگی، رشد اقتصاد و در نظر بگیریم باز هم خدا بیامرز پادشاه سابق ایران، وزرای ایشون این اقتصاد رو با نفت دلار 1 بشکه ای، 2 بشکه ای به اونجا رسوندن. این آقایون در شرایطی که نفت به 70-80 $100 $110 بوده، نتونستن این اقتصاد رو به جایی برسونن که کار برای مردم تولید بشه، رفاه برای مردم باشه و اون خانومی که در اون گورستان در کرمانشاه مجبور زندگی بکنه با اون شرایط باشه. من چرا مد نظر گذاشتم روی 10% رشد آقای چالنگی؟ چرا؟ چون اگر که اقتصاد کره جنوبی رو در نظر بگیریم، کره جنوبی آقای چالنگی در سال 1977 اقتصادش بود 36.2 بیلیون دلار. امروز بعد از 40 سال اقتصادش هست 1.5 تریلیون دلار. یعنی تقریبا 9.5% 9.5% رشد سالانه داشته. این کشوری است که نه نفت داره نه گاز داره. پس من وقتی که میام میگم ایران میتونست 10% رشد سالانه داشته باشه، معقول این رقم. بله، ولی بله اشاره کردید این کمتر 10% باشه، اقتصاد ایران میشه ده. اقتصاد مانند اقتصاد ایتالیا که عملا ما همین الان به یه شکلی شبیه ایتالیا شدیم، فقط از ایتالیایی بودن باندهای مافیایی رو داریم، اونم مافیایی دهه مثلا 20-30-40. بله، به این شکل در اومد. به هر حال واقعا حالا همونطور که اشاره کرده، پیش از انقلاب محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران و دولت‌های وقت تصمیم داشتن که در مسیر پیشرفت کشور بود، با همه انتقادهای وارد و غیر واردی که وجود داشت نسبت به حکومت پیش از انقلاب و وعده‌ای که داده شده بود، رسیدن به تمدن بزرگ بود، سخن پادشاه فقید ایران. حالا چه دستایی، چه عواملی، چه انگیزه‌هایی در کار بود که ما اون وعده انقلاب بزرگ سر از وضعیت کنونی ما در آوردیم. تمدن بزرگ با همه تلاشی که می شد، گفتم، برای پیشرفت صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و انتقادایی هم که بود. حالا آیت الله خامنه‌ای وعده رسیدن به سال 1444 و ابرقدرت شدن حکومت دینی ایران رو میده. آقای سبحانی، نفت ایران، گاز ایران تا کی میتونه از اهمیت اقتصادی برخوردار باشه؟ کشوری که درآمدهاش فقط تکیه گاهش نفت و گازش هست، آینده
نفت رو چطور میبینید شما؟ آقای چالنگی، من معتقد هستم که ثروت مهم، اصلی و همیشگی ایران مردم ایرانه. مردم ایران مردمی هستن خلاق، باسواد، وطن پرست و اینها اقتصاد ایران رو رشد خواهند داد. درسته آلات و ابزارش نفت، گاز، ولی ما می‌بینیم عملاً کشورهایی مثل ژاپن، سنگاپور، ترکیه همجوار ایران و کره جنوبی بدون یک قطره نفت، بدون یک قطره گاز تونستن جزو 10 اقتصاد بزرگ دنیا بشن. برای همون حرف آقای خامنه ای خیلی عذر میخوام ولی مفت نمیارزه، چون ایشون نه سواد داره و نه قابلیت اینو داره که ایران رو به جلو ببره. اما من به شما یک قول میدم آقای چالنگی، که اگر روزی آقای خامنه ای نباشه، بره سوریه دمشق استراحت کنه و آقای روحانی بره در کربلا بشینه کار خودشو بکنه و آقای ظریف که الان دوستای زیادی در اروپا داره بره با اونا بشینه تو کافه و این آقایون دست از سر ملت ایران بردارن، اقتصاد ایران نه در 40 سال بلکه در 5 سال آینده میتونه به جایی برسه که رفاه برای مردم ایران تولید بکنه و اون رفاه آقای چالنگی بنیانش مردم ایران، ولی همونطور که اشاره کردم و خودتونم اشاره کردید ابزارش نفت، گاز، ولی باید به سرعت انجام بشه، چون دنیا آقای چالنگی همیشه به گاز و نفت احتیاج نخواهد داشت. 5 سال پیش، 10 سال پیش ما اصلا فکر نمی کردیم که یه تلفنی اختراع بشه که این تلفن مهمتر از کیف پولمون بشه. اما امروز همه مردم دنیا یه تلفن دارن، یه آیفون دارن به قول معروف. اقتصاد خیلی زود عوض میشه و ما باید به فکر این تحولات باشیم اگر بخوایم مردم ایران در رفاه زندگی کنن. از آینده برمیگردیم به وضعیت حال. آقای صبحانی، تحریم ها در راهه، تحریم های تازه که بیشتر هدفش صادرات نفتی ایران هست. چه پیامدهایی میتونه داشته باشه و نفت ایران در حال حاضر چه اهمیتی در بازار جهانی داره؟ آقای چالنگی، شکی نیست که این تحریم ها به سفره مردم اثر منفی خواهد گذاشت، چون نهایتاً کشورهایی که سرمایه دارن، تشکیلاتی که پول دارن که بخوان سرمایه گذاری بکنن، نمیان در ایران سرمایه بذارن و این دودش میره به چشم مردم ایران. یک. دوم، متاسفانه نفت ایران اون اهمیتی که قبل از انقلاب شما اشاره کردید بهش دیگه نداره. 40 سال پیش ایران 5 میلیون بشکه در روز نفت تولید میکرد و اکثریت این رو صادر میکرد. امروز متاسفانه به زور 2.5 میلیون بشکه داره صادر میکنه. پس اهمیتی که ایران امروز در حال حاضر در بازار نفت دنیا داره اونقدر هم مهم نیست متاسفانه. خب آقای صبحانی، در مورد قتل و کشتن جمال خاشقچی که میبینیم تمام شبکه‌های تلویزیونی آمریکا مشغول هستن، بیش از 2 هفته هست که البته هر قتلی در هر جای جهان و به هر شکلی محکوم هست، قتل روزنامه نگاران، ولی خب از طرفی هم میبینیم که این حساسیت در موارد دیگه‌ای وجود نداره، علت و علل پیچیده‌ای داره و این وسط هم خب کسانی مثل جمال، در مورد جمال خاشقچی کسانی هم مثل اردوغان
به اصطلاح پیگیر ماجرا هستن، حالون که در خود ترکیه اردوغان چه کارها که نکرده در این چند سال اخیر ببیش. چه بوده؟ چگونه به قتل رسیده؟ جسد جمال خاشقچی چه سرنوشتی پیدا کرده؟ علت و علل به قتل رسوندن این روزنامه‌نگار قبلا در دایره قدرت در عربستان چه بوده و چه هست؟ منتظر آینده هستیم و چرا این همه رسانه ها به اون مشغول هستن و ای کاش در همه موارد چنین بود، از جمله در مورد قتل های زنجیره‌ای در ایران و یا قتل همین چند روزه پیش یک کارشناس محیط زیست در ایران، همه و همه اینها این حساسیت ها وجود می داشت. باز هم میگیم محکوم هست قتل جمال خاشقچی و کار بسیار زشتی بوده با هر انگیزه و به هر شکلی که انجام شده. اما در اینجا صحبت هایی هست در مورد عربستان، حتی برخی خواستار تحریم شدن، تحریم های سنگین علیه عربستان. از طرف دیگه برخی بر این نظر هستن که اگر چنین کاری رو آمریکا انجام بده، زمینه نزدیک شدن احتمالی ایران یا عربستان و ایران هم به ویژه در عرصه‌های نفتی وجود داره. این رو چطور تحلیل میکنید و اگر این وضعیت روی بده چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای بازار نفتی؟ آقای چالنگی، اونطوری که به نظر میرسه کنگره آمریکا در نظر داره که تحریم‌هایی بذاره در مورد فروش اسلحه به عربستان. اما اون چیزی که در مطبوعات داره اشاره میشه بهش، نماینده های مجلس و خود رئیس جمهور آمریکا به اون اشاره کرده، این هست که هر نوع صدمه‌ای که به رابطه آمریکا و عربستان بخوره هیچ تأثیری نخواهد گذاشت روی تحریم‌هایی که در نظر دارن در مورد ایران انجام بدن. یک. دوم، هیچ نوع تأثیری نخواهد گذاشت روی رابطه ایران و آمریکا. دولت آمریکا مصمم هست که در مورد دولت ایران انزوا ادامه پیدا بکنه، فشار ادامه پیدا بکنه و این متفق القول این سیاست، یعنی هم نماینده های مجلس آمریکا اینطور فکر میکنن، هم دولت آمریکا. من این رو در مطبوعات آمریکا میبینم، ولی همونطوری که اشاره کردید آقای چالنگی، واقعا باعث تأسفه، چون آدم های وطن پرستی مثل فریدون فرخزاد، مرحوم دکتر شاپور بختیار، فروهرها در خود ایران کشته شدن، ولی این همه سرصدایی که برای مرحوم آقای جمال خاشقچی الان هست در مورد اونها نبود. اما به سؤال شما اینطور باید جواب بدم که در عموم به نظر میرسه که رابطه آمریکا و عربستان هر اتفاقی که بیفته تأثیر عمده‌ای نخواهد گذاشت روی رویه سیاست آمریکا در قبال ایران. بله، سپاس بسیار داریم آقای سهراب صبحانی. همونطور که اشاره کردید، امیدوار هستیم روزی در هیچ جای جهان قتلی با انگیزه های سیاسی و هیچ انگیزه دیگه انجام نشه و وجدان جامعه بشری به طور یکسان در مورد رویدادهایی از این دست عکس العمل داشته باشه، از جمله در مورد قتل آقای حکی، دکتر حکی در ایران که پیکر اون سوزانده شد پس از ضربات چاقو. با سپاس بسیار از شما آقای سهراب صبحانی، به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. مرسی آقای چالنگی، مرسی از شما و روز خوش، و امیدوارم باز هم بینندگان شما همیشه خوشحال و سلامت باشن. با سپاسی دوباره از شما آقای صبحانی، و همونطور که اشاره کردم به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. در ادامه برنامه
به ایران میریم، به شهر نازنین و ارجمند عراق، شهری که باغهای اون معروف بوده و هست و طبعا مردمان نازنین شهر با من و شما خواهند بود. خانم پرگل و جویا خواهیم شد درباره رویدادهای مربوط به محیط زیست به ویژه مراتع اطراف عراق. تا لحظات دیگر. سلام به شما خانم پرگل در عراق. سلام، خسته نباشین جناب آقای چالنگی و همکارانتون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی همکاران و دستاندرکاران تلویزیون ایران فردا. حالتون خوب هست؟ سپاس از شما، خوب هستیم. عطل مقدور برادر، ممنون از طرف همکارانم و سپاسی دوباره از احوال پرسی شما. بانوی گرامی، در عراق که شهر زیبای عراق، صبحگاهانی که در گذر به خوزستان با قطار به عراق می رسیدیم زیبایی شهر رو با هوای تمیزش حتی می شد از دور تشخیص داد. سواد شهر رو می دیدیم در برگ و میشه هوای صبح بامدادی عراق. الان چه وضعیتی داره از نظر محیط زیست، از نظر هوا، تمیزی هوا؟ والا الان دیگه آقای چلنگی از اون تمیزی هوا هیچ خبری نیست. هوا آلوده، غبار آلود، خیلی کم از روزایی هست که هوا خوب میتونه باشه، چون به دلیل آلودگی که وارد میشه به خاطر پالایشگاه، نیروگاه، کارخونه‌هایی که هست و خشکی که الان اتفاق افتاده و ریزگردهایی که از بعد میاد. کلا خیلی دیگه از تراوت و تازگی هوا دیگه خبری نیست خیلی، و ریزگردها حتی به اونجا میرسه و سرسبزی اطراف عراق مراتعی که بود اونجا به چه شکل هست؟ سبزیان دیگه خیلی کم شده، خیلی فقط معطوف، فقط یه دوره زمانی کوتاه مثل اردیبهشت و خرداد میتونیم سرسبزی داشته باشیم، ولی متاسفانه خب همونم قدر نمیدونن مسئولین و اتفاقات میفته که دل ما شهروندان رو به درد میاره. مثل همین اتفاقاتی که همین امسال، یعنی من یه گذر که اطراف شهر بندازیم میبینیم که چطور داره تخریب میشه، مثل چرای گله ها مناطق قرق، چون منطقه مراتعی دیگه نمونده واقعا، مراتعی دیگه نمونده واقعا، چون همش یا خشکه یا اینکه به هر حال کارخونه شده یا کارگاه هست، خیلی مراتعی باقی نمونده. ولی اینم که باقی مونده قرق هست، ولی قرق یه سری افراد هست، به معنی واقعی قرق نیست. به چه معنی هست؟ یعنی به چه شکل هست منظور از قرق؟ مثلا منطقه قرق یه منطقه هست 3 کیلومتری همین شهر خودمون، 3 کیلومتری جنوب غربی، که چرای دام اکیدن ممنوع زده اداره منابع طبیعی. خب بعد مثلا من خودم شاهد بودم، نه تنها من، خیلی از شهروند، خیلی ها که منطقه ای هست که یه حالت گردشگری داره و همه میرن اونجا، یکی دوتا چشمه آب داره، همه میرن از اونجا آب بیارن، چه میدونم یه گردشی بکنن، یه هوایی تازه بکنن، به خصوص توی تعطیلات آخر هفته. و تابلو داره چرا اعدام اکیدن ممنوع، ولی
متاسفانه حالا امسال و سالهای گذشته میبینیم مثلا اواخر اردیبهشت، اوایل خرداد، اواخر اردیبهشت که هنوز گلها جونه ندادن و منطقه هست ممنوع. شاهد بودیم که نزدیک 2000 گوسفند آوردن تو این منطقه و برای خود من خیلی سوال بود که چرا تو این منطقه گوسفند به راحتی اونم با این تعداد و مشخص هم بود که برای یه نفر هست و مهاجر هم هستن از جای دیگه اومدن تو چادر زدن، چرا این محلی نیست و اینکه از کجا اومدن اینا و انقدر طولانی اینا چون بهار بود تابستون بود الانم که پاییزه هستن. خلاصه پیگیر شدم، اول رفتم محیط زیست گفتن مربوط به ما نمیشه، اونجا کلا برای اداره منابع طبیعی هست. بعد خلاصه پیگیر شدم رفتم منابع طبیعی سوال کردم، دیدم کاملا اطلاع دارن، بی اطلاع نیستن از این قضیه و اطلاع به من گفت که چند تا جوان بیکار محلی هستن که یه مقدار گفتن به چاره ای نداشتیم چون که بیکار هستن و کسایی که مسئول بیکاری هستن بعد از اونا سوال بکنیم که چرا این وست تو مملکت به وجود اومده که ما باید مرتع رو بدیم چند تا جوان بیکار به چاره اومد گفتن داشت. من باورم نشد راستش چون که اصلا اینا محلی نبوده مشخص بود. اومدم و خلاصه صحبت کردم با این مسئول اداره، بعد گفتم خب فکر میکنید طبیعت اونجا رو به هم میزنن؟ گفت چه طبیعتی از گله گفتم زیباتر تماشش به هم نمیخوره، طبیعی تر از گله گفتن چی میتونی تو پیدا بکنی؟ بعد گفتن حیوانایی که این الان علتی که هست مرتهی که هست از طریق این گفتنده چریده میشه چون تعدادشون هم فوق العاده زیاده، 2000 تا برای این مرته خیلی زیاده. بعد تو منطقه ممنوعه هم دیدن اینا، من خودم چندین بار شاهد بودم که تو منطقه ممنوعه هم میرن. بعد گفت خب اشکال نداره یه گونه که زیاد میشه معمولا گونه دیگر از این میبره، الان هم گونه انسان زیاد شده و گونه حیوانی که حیوانای اینجا باشن که اون خرگوش اون لاک‌پشت سال زمستون غذا ندارن، خب گونه انسانی چون که زیاده گونه حیوانی از این میبره، این طبیعیه. جواب من اینطوری داد که یعنی طبیعیه که ما الان جمعیت انسان زیاده و مراتع از این میره. پس اون ممنوعیت رو برای چی گذاشته بودن؟ حالا بگذاریم از این که شما قطعا اطلاع دارید که پیش از انقلاب مراتع یه ثروت ملی اعلام شده بود. بله بفرد. بعد من پیگیر که شدم دیدم این گله رو از قم وارد اینجا کردن، اصلا بومی نیستن به جمع با شهر عزیز قم اومده 6 ماه اینجا مونده و حالا چه زدابنده این پشت بوده نمیدونم و کاملا مشخص بود که زدابنده با زدابنده های اداری و رشوه گرفتن خیلی راحت مراتع رو اینجوری از بین میبره. خب سوال بسیار پاسخ بسیار روشنی داره ولی از زبان شما من مایل هستم پاسخ داده بشه به این که از بین رفتن مرتع، چون خیلی ها ممکنه تصور کنن علفی چریده میشه و بعد دوباره در خواهد اومد ولی ضررش خواهد ضررش خب فرسایش خاک الان ما تو خود همین منطقه فرسایش شدید خاک داریم، نشست آبای زیرزمینی رو داریم و خیلی مسائل دیگه، آلودگی هوا رو داریم که همون 2 ماه 3 ماه هم که هست خیلی میتونه به تصفیه هوا کمک بکنه.
بعد اون وقت مقام مسئولم گفت من میدونم که اونجا علف ها هنوز دونه نکردن و زوده که گوسفند چرا بکنه ولی چاره ای ندارم. بعد نتیجه این شده الان ما تو همین منطقه نشسته فرو نشسته زمین رو داریم با فرسایش شدید خاکی تو همین منطقه ما رو برو هستیم. کمترین ضرر ها یکی میتونه برسونه و راحل ها معمولا همینه. برحال اون مسئول هم میگه چاره ای نداریم چون برحال گوسفند گوسفند عادی که نیست از قوم اومده. راحل ها این هست، راحل اینه که اون تابلو رو برداره، تابلو رو میشه بردارم و مسائل به طور کلی حل خواهد. آخه مسئله به طور کلی حل بشه خب شاید مردم منطقه هم بخوان استفاده بکنن. اون بلی نمید راه حلای حکومت رو من و بقیه مردم آیا اونجا سخنی اعتراضی حرفی حدیثی؟ خب چون کسی نیست. یه روستا هست، یه روستا هست روستای ربات هست، بعد اینا اکثرا خودشون گفتم فکر نمی کنم داشته باشن چون ندیدم من به اون صورت. همشون تو کار کابینت سازی و صنعت. بعد از طرفی هم مثلا الان دیدم که جای گندم جای دیمشون هم دادن، شاید یه پولی هم گرفتن از خودشون بوده که این گفتم بوده، یا یه پولی هم سهرها رو بترونه یه پولی هم بگیرن خودشون، شاید اینطوری بوده. از جای دیما جای گندماشون که بعدم برداشت کردن چون اونا هم تروندن، یعنی کل این منطقه رو این دوزات رو گفتن تروند. میگم که 6 ماه اینجا بعد شاید هم اعتراض کردن، اعتراضشون مثل ما به جایی نرسیده. این امکانم هست. بله پاسخی که مسئول حکومتی دادن که گفتن چاره ای نیست، چاره ای نداره. با سپاس از شما خانم فرگل گرامی در عراق و امیدواریم در شماره های آینده با خبرهای خوشی با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. تا لحظات دیگه از عراق به اطراف میدان ونک در تهران خواهیم رفت و آنچه که دانشگاه از زهرا در ارتباط با ساکنین این منطقه انجام داده است. زمین های مورد منازعه میان دانشگاه از زهرا و مردم در این گوشه از پایتخت ایران. تا لحظاتی دیگر. علی از اطراف میدان ونک، از منطقه نزدیک به دانشگاه از زهرا در نزدیکی میدان ونک تهران یک بار میهمان تفسیر خبر بودند. امشب به وقت تهران بعد از ظهر به وقت واشنگتن بازم میهمان من و شما هستند. سلام به شما. سلام عرض میکنم آقای چالنگی. سلام به همه همکارانتون و تشکر از همشون. سلام عرض میکنم به همه بینندگانتون، در خدمتتون هستم. سپاس از طرف همکارانم و بینندگان تفسیر خبر. شما به ما بفرمایید که کار به کجا رسیده، منازعه‌ای که وجود داشته به کجا رسیده. ضمناً دانشگاه از زهرا مدعی هست که در واقع مردمانی که در اون منطقه زندگی میکنن از جمله شما بعد از انقلاب هست که اومدید و به گفته مسئولان از زهرا این زمین ها رو غصب کرد. نمیدونم، من نمیدونم جواب دانشگاه رو چی بدم. بعد نمیدونم این دانشگاه این قدرت رو از کجا آورده که دانشگاه به عنوان یه نهاد علمی این کارها رو انجام بده. اون روز هم که من با شما مصاحبه کردم صحبت کردم عرض کردم خدمتتون ما دانشگاه رو مقصر نمیدونیم. مقصر اصلی دولت، مقصر اصلی وزیر علومه که این دانشگاه رو انداخته به جون ما. در این شرایط بده که مردم دارن
بعد اگه خاطرتون باشه آقای چالنگی، شما فرمودید به من در چه مرحله ای هستش تو اون مسابقه قبلی. من گفتم اگه دانشگاه دست بر نداره از این کارهاش، چند تا از این پیرزن پیرمردای محل سکته میکنن، میمیرن، داغون میشن، که همین بلا اومده سرشون الان. همین الان که من تا یه رو پیش که برسم خدمت شما، ما ختم یکی از این همسایه هامون بودیم که بعد آقای چالنگی برداشته وسط خیابون رو داشت دیوار میکشید. ما رفتیم گفتیم دارید چی کار میکنید؟ گفتش پست برق رو داریم درست میکنیم. دیگه ساعت 11:12 شب شهردار شهر منطقه اومد گفت آقا با چه مجوزی دارید وسط خیابون رو دیوار میکشید؟ که شهرداری دیوار رو خراب کرد. این بنده خدا همسایه ما رو دید گفت اینا نقشه دارن دیوار بکشن، خیابون رو ببندن، صبح بیان خونه های ما رو خالی کنن. حالش بد شد، بردنش بیمارستان، ساعت 4:30 نصف شب زنگ زدن گفتن فوت کرده. هفته پیش یکی دیگه فوت کرد، 10 روز قبل یکی دیگه بنده خدا سکته کرد، الان خدا رو شکر ایشون بهتره. یه بنده خدای دیگه سکته کرده، بد حاله، تو بیمارستانه. یعنی آقا ما نمیدونیم چرا جلوی اینا رو نمیگه. ما میگیم اصلا بالفرض مثال که شما حق میگید، ولی الان تو این شرایط این برخورد درست نیست با مردم، اونم از شما که دایره دارید، خیلی چیزها هستید که خیلی ها نیستند و این کارا رو انجام نمیدن. اما اینی که این ادعایی که میکنه آقا، این ادعا همه سند داره، اهالی سند دارن، درسته دولت پشت ما رو ول کرده و چسبیده فقط به دانشگاه و یه سند دانشگاه گرفته دستش و هر چیز قضایی که ما میریم، هر دادگاه، هر مجتمع قضایی که ما میریم میگه ملاک سند دانشگاهه. ولی سند دانشگاه چی هست؟ دانشگاه سند؟ اول مدرسه این سند چی هست؟ این سند چی میگه؟ خب میدونید یه تیفی از مردم به قول معروف طرفدار اصلاح طلبها تا ما درباره سند صحبت میکنیم به ما حمله میکنن و میگن شما قصد تخریب مثلا چهره های اصلاح طلبو دارید. ولی اصل این سند سندیه که سال 81 توسط نماینده ویژه رئیس جمهور وقت آقای خاتمی به تقاضای خانم زهرا رهنورد صادر شده و اون آموزشگاه عالی راه آهن رو بخشیده به دانشگاه الزهرا و توش هم اومده که آموزش فقط قید شده آموزشگاه عالی راه آهن، هیچ نامی از خونه ها نبرده. و سال 84 خانم رهنورد ادعای مالکیت خونه های مردم رو هم اضافه کرد به سند. الان اصل اون سند اونه. حالا ما دنبالش هستیم که اون سند رو ابطال کنیم، چون یه رأی دست ما هستش که از دیوان عدالت اداری اون اصل اساس سند که اون مصوبه بوده ابطال شده. ولی برای این که میگه این مردم بعد از انقلاب اومدن و این مردم از سال 1317 اینجا هن. اون زمانی که رضا خان متحد آلمان ها بوده، این کارخونه شماره 5 رو آلمان ها ساختن تا سال 1321 که جنگ، فکر میکنم اگه حضور ذهن داشته باشم درست میگم، جنگ جهانی دوم تمام میشه و این کارخونه شماره 5 تغییر کاربری میده و میفته زیر دست آموزش و پرورش و شروع میکنه به میز و نیمکت سازی. باز این اهالی اینجا بودن. این اهالی سال 1345 تا 57 خیلی هاشون بازنشست شدن و اون اهالی، یعنی سندی که دست اونا هست چی هست؟ من یه توضیحم بدم که ایشون اشاره کردن به رضا خان، لقبی که به رضا شاه پهلوی در زمان نظامیگری داده می شود، اتحاد یا نزدیکی با آلمان در زمان پادشاهی رضا شاه روی داده بود. اما این سندی که دست مردم و اهالی هست اون چی میگه و چه زمانی صادر شد؟ به عنوان سند اینی که در اونجا در ده ونک زندگی میکردن یا نمیکردن، اینا این بحث دیگری. سندی که الان دست مردم هست، سندی که دست مردم هست اسنادیه که حکومت قبل صادر کرده، حقوقاییه که از اینا ماهانه کم میکردن، شروطیه که مرحوم مصطفی الممالک گذاشت در قبال این خونه ها، چون ونک غیر قابل سکونت بود، ونک خیلی از زمیناش مواد بود و گذاشت که اینا این مثلا این شرایط رو بازنشست بشن، 25 سال بیشتر کار کرده باشن، همه اینا این خونه ها مال خودشون. بعد آقای چالنگی خونه نبوده که، دو تا اتاق بوده، هموم که نداشته، دستشوی و آشپزخونه هاش هم مشا بوده. بعد دیگه این مثلا اسنادی هست از توافقات بین آموزش پرورش و وزارت راه سابق در زمان دولت شاه
که حکومت قبلی که دقیقاً خونه های مردم رو جدا کرده از اون کارخونه شماره 5 ونک، بعد به تعهدات و دیونی که نسبت به این کارگر و کارمندش داشته تو اون اسناد اشاره شده. بعد از انقلاب هم شما بیاید ببینید اینجا مثلا خیلی از اهالی هستن، اون آقایی که مسئول بسیج اون موقع بود هست، این اهالی 200 متر زمین میدادن تو ونک با 10,000 تومان. این اهالی مراجعه کردن برای گرفتن سند، گرفتن این زمین ها، بهشون گفتن شما که خونه دارید، به شما تعلق نمیگیره، شما خونه دارید. به این مردم زمین ندادن اول انقلاب. سال 59 یه آقای از هموطنان مسیحی ما بودن به نام آقای هارتونیان که مدیر عامل وقت اون موقع بودن وزارت راه و ترابری، البته تجهیزات و ایمنی راه ها بهش گفته میشد، ایشون صریحا برای ثبت نامه نوشتن که اداره ثبت نقشه کشی کن، بررسی کن و سند صادر کن به نام اهالی. این نامش موجوده. تا سال 60 هم ثبت اومده، نقشه کشی کرده، جدا کرده املاک و همه کاراشو انجام دادن. خورده به جنگ و پسا جنگ و یه پولایی از مردم میخواستن برای صدور سند، مردم نداشتن بدن. ما الان نامه داریم مال سال 80 که یکی از اهالی مراجعه کرده به ثبت، ثبت براش درخواست کارشناسی کرده و مقرر کرده که آقا شما 11 میلیون بریز تا ما سند شما رو به نام شما صادر کنیم. نداشتن مردم برن، چون اینا هم مردم و یه سری بازنشسته و یه سری آدم کم امکانات، کم پارتی، بدون رانت، یه سری مظلوم گیر رو بردن یه گوشه از رینگ، هر کاری دلشون میخواد میکنن. حالا من جدیدن آقای چلنگی فقط بفرمید. ببینید به فرض این که حرف دانشگاه از زهرا درست باشه، به فرض، یعنی باید اطلاعات کاملا دقیق و دو جانبه و بی‌طرفانه هم دسترسی باشه که نیست، به فرض این که این درست باشه، چرا اومده این همه خونه های غصبی، املاک غصبی که مسئولان خود حکومت درش زندگی میکنن، از خونه اسدالله علم وزیر دربار و حکومت پیش از انقلاب که رفسنجانی ماهای اول و سالهای اول بعد از انقلاب در اون زندگی میکرد، تا بقیه خونه ها و جاهای دیگه که زیر نگین بنیاد مستضعفین هست، کارخونه های غصبی هست، منازل گفتم غصبی، چرا همه اونا رو رها کردن اومدن به فرض اینکه غصبی هست یک مرتبه اونجا؟ چون به خاطر اینکه گرونه، منطقه گرون شده، زمین ها یا چی؟ خیلی کوتاه بفرمایید. ممنون. دقیقاً. بله آقای شالنگی، چون این مردم اصلا سیاسی نیستن، اصلا سیاسی بهشون نمیخوره، یه مشکل مردی بزنن، یه حقوقی میگیرن، دارن زندگیشون رو میکنن. چون از منم خواستن که اصلا بحث سیاسی نکنم، من فقط اینا دیگه هر کسی خودش و وجدانش دیگه دارن ده. همه حرفای شما رو میشنون، حرفای بنده رو میشنون. مردم هم خیلی آگاه شدن، مردم ما انقدر آگاه شدن که یه دونه پفک هم میخرن، اول تاریخ انقضاش رو نگاه میکنن، قیمت روش رو نگاه میکنن، بعد اونو هیچ چیز رو بدون دلیل و مدرک قبول نمیکنن. ولی من فقط حرفم به دانشگاه اینه که آقایون، خانوم های دانشگاه، آقای دولت که تابلو میزنید دانشگاه از زهرا به نمایندگی از دولت، آقای نوبخت هیئت امنای این دانشگاهه، شما اگر واقعا فضای آموزشی کم دارید و افتادید به جون خونه های مردم، چرا اون انبار آلمان ها به اون بزرگی و به اون عظمت رو تبدیل کردید به رستوران ترمه؟ خب رستوران تو دانشگاه واجب تره باشه یا فضای آموزشی؟ اگه فضای آموزشی کم دارید، رستوران ترمه رو بکنید فضای آموزشی. اگه فضای آموزشی کم دارید، این کافه باغ و کافه واگن و نمیدونم خوش، ما به پیجای خود دانشگاه مراجعه میکنیم دیگه، مسئولیتشون میکنن اینا، خود دانشگاه میگن هر دم از این دانشگاه کافه ای میرسد. خب این املاکی که میکنید کافه و رستوران و اینا رو بکنید فضای آموزشی، خونه های مردم رو دست بردارید از سرش. چرا خواهیم با این جوری میکنید با این مردم؟ میدونید مردمی هم اصلا که ضعیفن. اگه به فرض مثال اگه یه کسی دیگه بود که این مردم حمایت میکرد از این مردم، شما جرأت داشتید این کارا رو با مردم کنید؟ بعد دانشگاه شده خودش الان هم
مجری قانون هم به قول معروف حکم صادر میکنه. دو سه تا از این اهالی رو که رفته بودن، یه حاج آقایی هستش که من ازش از همینجا تشکر میکنم، وارد شده و صدای مردم شده. مردمی که از طرف این حاج آقا جمع شده بودن و گلایه هاشون رو میکردن، بعد که رفتن سمت دانشگاه گفته همون 100 تومانی رو که میخواستم بهتون بدم نمیدم بهتون، برید به اون نماینده هاتون هم بگید تا نکنیمشون زندان ولشون نمیکنیم. یعنی دیگه الان دیگه دست به تهدید هم میزنه. بله سپاسگزار هستیم، امیدوارم در دیدار بعدی در تفسیر خبر با برای ما بینندگان خبرهای خوبی داشته باشید. علی گرامی در یک کلمه آقای چلنگی از ما گلایه میکنن چرا با مطبوعات، چرا با تلویزیون های خارجی صحبت میکنید؟ من همینجا اعلام میکنم هیچ تلویزیون داخلی، هیچ رسانه داخلی نیومده سمت ما. بیان من قول میدم، قول شرف میدم من با هیچ مطبوعات و رسانه خارجی صحبت نکنم. تنها راه اطلاع رسانه‌ای بیم بله بفهم اینا دوست دارن تنها راه اطلاع رسانی مردم رو هم ببندن. خب شما تشریف بیارید جلو بعد گلایه کنید از مردم. وقتی هیچ کس به داده این مردم نمیرسه، من خیلی تشکر میکنم از شما، از همه انسان هایی که این مدت با این مردم صدای این مردم بودن، مخصوصا شما. از همه نمیتونم اسم ببرم، من از طرف خودم و اهالی ممنوندار شما هستم. سپاسگزار هستیم علی گرامی. یکی دو نکته هست من اشاره بکنم. این حق طبیعی شما و همه مردم ایران هست که رادیو تلویزیونی که با پول شما عزیزان میچرخه باید و حتما و قطعا باید تریبونی باشه برای شما، برای مردم راه داشته باشن، فارغ از هر مذهب و دین و عقیده‌ای که دارن و از هر قومی که هستن، از اقوام مختلف ایرانی. تلویزیون و رادیو و رسانه‌های دولتی متعلق به اونهاست و باید در خدمت اونها باشه. و گفتم سکویی و به اصطلاح محلی برای بازتاب خواسته ها، عقاید و سخنان اونها. نکته ای هم که اشاره کردید، من مطمئن هستم علی گرامی که منظور رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران هست و نه لزوماً رسانه‌های خارجی، چون به هر حال درهای تفسیر خبر به ویژه همیشه باز بوده به روی مردمان، هموطنان گرامی در هر کجای جهان که هستند و همه کسانی که خواستار آبادانی، رفاه و به وجود آوردن شرایطی هستند که نسل‌های جوان ایرانی آینده‌ای روشن در برابر خودشون داشته باشن و نسل‌های آینده نیز زندگی و روزگاری بهتر. سپاسی دوباره از شما علی گرامی، با امید به اینکه با خبرهای خوشی در شماره‌های آینده تفسیر خبر با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. من اشاره کردم به قتل یک فعال محیط زیست، حقوقدان آقای فرشید حکی، امیدوارم فامیلشون رو درست خونده باشم، که گفته شده با ضربات چاقو به قتل رسیده در نزدیکی خانه ایشون و بعد جسدشون سوزانده شده. پزشکی قانونی اون چرا که سخنگویان دولتی در این زمینه گفتن به اصطلاح تایید نکرده، چون اونها گفتن ضربات چاقو نبوده، حالون که گزارش هایی هست که چنین بوده، با ضربات چاقو به قتل رسیده. این نخستین فعال محیط زیست نیست که به قتل میرسه و میدونیم بودن فعالان محیط زیست و همینطور فعالان محیط زیست که در زندان ها به سر میبرن، دارن راه حل مشکلات و مسائل محیط زیست رو به نظر میرسه که حکومت آمده و حذف فیزیکی کارشناسان و فعالان محیط زیست تشخیص داده. راه حل حکومت ایران برای مسائل مربوط به محیط زیست. در همین زمینه هم هست که محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست در مجلس
شورای اسلامی که این فراکسیون محیط زیست مجلس شاید به خود محیط زیست در خود مجلس محدود بشه، چون تلاشی ما نمیبینیم در جهت حفظ محیط زیست. ایشون اومده و گفته تغییر عنوان اتهامی فعالان بازداشتی محیط زیست شگفت زدم کرد. بله، آمدن اتهامات مختلفی به فعالان محیط زیست بستن و کم کم جاسوسی برای دولت‌های بیگانه و اجانب و دولت‌های متخاصم. به پایان برنامه رسیدیم. بینندگان گرامی، در هر کجا که هستید، هر نظری که دارید در مورد اون چی که در این شماره از تفسیر خبر مطرح شد حتما برای ما بفرستید و مجدداً از شما این تقاضا رو دارم، در هر جا که هستید گزارش های تصویری که دارید از رویدادهای اطراف به نشانی که روی صفحه تلویزیون میبینید برای ما ارسال کنید. در صورت که تمایل داشته باشید با نام خود شما یا هر نامی که انتخاب کنید ما پخش کنیم. با ما در تماس باشید. به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، درا، کلوند، کو، زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.